سرخط خبرها، مداخله ایران در امور افغانستان توسط طالبان شهروندان را خشمگین کرد. درآمد زغال سنگ افغانستان 10 برابر شد. هشدار کاردار سفارت آمریکا در مورد توقف و بازداشت‌های طالبان در افغانستان. نماینده ویژه اتحادیه اروپا صدای مردم افغانستان برای تصمیم گیری شنیده شود. علاوه فدای کسی که در بهسود هزارها را قتل عام کرد با طالب یک دست شد. سلام و کانال ما خوش آمدید. سرپرست سفارت ایران در کابل با سراج الدین حقانی دیدار کرد. حسن مرتضوی معاون و سرپرست سفارت ایران در کابل با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدار که امروز انجام شده است، معاون و سرپرست سفارت ایران در کابل خواستار حل و فصل هرچه سریعتر مشکلات مرزی و جلوگیری از درگیری های مرزی با طالبان شد. سراج الدین حقانی هم با قبول مشکلات گفته است که پلیس افغانستان نیازمند آموزش و توانمندسازی است. این در حالی هست که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در کابل، نیروهای آن گروه دست کم 2 بار با مرزبانان ایرانی و 2 بار با مرزبانان پاکستانی و 1 بار با مرزبانان ترکمنستانی درگیر شده اند. وضعیت در مرز مشترک میان افغانستان و تاجیکستان نیز از همان ابتدا تا اکنون همواره بحرانی و متشنج بوده است. دو طرف در این دیدار همچنین مسائل مربوط به کشت و قاچاق مواد مخدر از خاک افغانستان به داخل ایران را مورد بررسی قرار داده و تعهدات پیرامون همکاری های مشترک برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر را در دستور کار قرار داده است. حقانی در این دیدار خواهان برپایی صلح شده و افزوده است که باید با تمام وجود برای جلوگیری از هر گونه جنگ و خشونت تلاش شود و از ایران خواسته است که مثل سابق در کنار دولت افغانستان باشد. ایران و افغانستان همچنین درباره آب اختلاف نظر اساسی دارند و دولت ایران اخیراً اعلام کرد که به حکومت سرپرست کابل در این باره هشدارهای لازم داده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین هم که به ایران نزدیک است اخیراً به طالبان توصیه کرده است به حقابه ایران از دریای هلمند را بدهد. ایران مدعی است که سدسازی اشرف غنی آن کشور را از سهم مشروع خود از آب دریای هلمند محروم کرده و مناطق واقع شده در مسیر این دریا را در شرق ایران از خشکسالی شدید رنج می‌برد. درآمد معدن زغال سنگ دو آب میخ زرین بامیان 76 میلیون در 6 ماه شده است. مسئولان محلی در بامیان میگن که 6 ماه اخیر از معدن زغال سنگ دو آب میخ زرین در ولسوالی کوهمرد این ولایت حدود 76 میلیون افغانی به حساب حکومت اضافه شده است. صبور سیغانی سخنگوی والی بامیان گفته است که این عواید از چندین معدن به دست آمده است. با قول سیغانی از این معدن به تناژ بالا زغال سنگ استخراج می شود و در آن صدها تن مصروف کار هستند. این در حالی هست که در 6 ماه اخیر امسال در بامیان در مجموع 162 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری شده است. از جمله در بخش سکتور خصوصی بیش از 66 میلیون و 700 افغانی از سوی مستوفیت و بیش از 19 میلیون و 400 هزار افغانی از سوی ریاست زراعت جمع‌آوری شده است. معدن زغال سنگ دوآب میخ زرین در ولسوالی کوهمرد بامیان سالها در دولت پیشین غیر فعال بود و زمستان امسال بار دیگر استخراج آن اثر گرفته شده است. خبر بعدی، کاردار سفارت آمریکا خواستار توقف و بازداشت و ارعاب خبرنگاران در افغانستان شده است. یان مکگری، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان از بازداشت خبرنگاران و ارعاب کارمندان رسانه‌ای در کشور ابراز نگرانی کرده است. کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان امروز جمعه در توییتی از حکومت سرپرست طالبان خواسته است که به این گونه اقداماتشان نقطه پایان می‌گذارند. آقای مکگری بازداشت خبرنگاران را خلاف تعهدات اعلام شده حکومت سرپرست طالبان در مورد آزادی بیان دانسته است. در همین حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یعنی یوناما پس از بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای تلو نیوز این اقدام را خوبسرانه خوانده و خواستار آزادی آنان و ختم ارعاب و تهدید علیه خبرنگاران و رسانه‌ها شده است. در حالی هست که پیش از این نیز نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق خبرنگاران از وضعیت اطلاع رسانی و بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف آن شده بودند. در تازه‌ترین مورد روز گذشته شماری از کارمندان تلویزیون خصوصی تلو نیوز بازداشت و دستور و توقف نشر و پخش سریال‌های خارجی به این تلویزیون صادر شده بود. اکنون می‌پردازیم به خبر تازه در مورد علاداد فدایی قاتل مردم هزاره‌ها. علاداد فدایی یادتان هست
همان علاداده که با توپ و تانک و هلیکوپتر برای بازداشت علیپور در هزارجات لشکر کشید و می گفت که برای منافع جمهوریت این کار را می کند. اکنون این فرد به طالبان بیعت کرده و اطمینان داده با کسانی که امنیت طالبان را اخلال کند می جنگد. این در حالی هست که علاداد فدایی سال گذشته در جریان حمله به بهسود مردم ملکی را بر رگبار بسته بود و مردم آن را به عبدالرحمن خان دوم تشبیه می دادند. خبر بعدی، نماینده ویژه اتحادیه اروپا: صدای مردم افغانستان برای تصمیم گیری شنیده شود. توماس نیکلسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که باید صدای تمام مردان و زنان افغانستان برای تصمیم گیری شنیده شود. نماینده ویژه اتحادیه اروپا امروز در پایان سفر 3 روزه‌اش به کابل در توییت نگاشته است: صدای مردم در مورد این که چه کسی حکومت کند و چه کسی سیاست‌های باید در این کشور اجرا گردد باید شنیده شود. آقای نیکلسون در رشته توییت شنیده شدن صدای مردم را برای انتخاب حکومت و سیاست‌های کلی کشور کلید ثبات دانسته و گفته است که مردم به حکومت فراگیر به خواست خودشان اجازه تصمیم گیری می دهند. او تاکید کرده است که گفتگو باید حتی به صورت محلی آغاز شود و زنان نیز در آن شامل باشند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در توییت‌هایش افزوده است که در دیدارش با وزیران حکومت سرپرست طالبان در مورد محدودیت‌های حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها صحبت کرده است. او گفته است که در این دیدارها از محدودیت‌های آزادی‌های مدنی، تجمعات، آزادی بیان و نقض شدید حقوق بشر از جمله اعترافات اجباری، شکنجه و قتل‌های هدفمند و انتقام جویانه ابراز نگرانی کرده است. آقای نیکلسون در این توییت‌ها گفته است که بسیاری از مردم در صحبت با او ترس و بیم از حکومت سرپرست طالبان سخن گفتند و نگرانی های خود را در میان گذاشتند. خبر بعدی، سروی جدید بانک جهانی وضعیت افغانستان را شکننده نشان می‌دهد. بانک جهانی امروز با نشر خبرنامه اعلام کرده است که این نظرسنجی به صورت تلفنی انجام شده است و وضعیت خانواده های افغانستان را در تمام مناطق این کشور نشان می‌دهد. بررسی های این نظرسنجی نشان می‌دهد که مردم افغانستان هنوز قادر بر یافتن کار و دسترسی به برخی خدمات عمومی کلیدی هستند. این بانک گفته است که وضعیت در افغانستان کاملا شکننده است و کاهش سریع و چشمگیر در نتایج رفاهی و دسترسی به این خدمات ممکن است رخ دهد، اما می افزاید که حداقل خدمات کلیدی را می توان بازیابی کرد و امنیت غذایی را بهبود بخشید. این نظرسنجی نشان می دهد که تعداد افراد جویای کار در مناطق روستایی و شهری افزایش یافته است و گفته این بانک در مناطق شهری فرصت های شغلی محدود شده و نرخ بیکاری افزایش یافته است. در گزارش این بانک آمده است که در مناطق روستایی احتمالاً به دلیل بهبود امنیت اشتغال افزایش یافته است. در این نظرسنجی گفته شده است که سهم اشتغال بخش دولتی و دلیل کاهش در خدمات امنیتی و مشاغل دولتی کاهش یافته است. یافته های این نظرسنجی نشان می دهد که کارگران شاغل در تمام بخش ها در تمام مناطق کشور کاهش یافته و درآمدشان به پایین ترین سطح رسیده است.